من جنگیم، من خرم. من میگم شوره پلنگ، اینو خوب تو ذهنت هکشون. تو کلانتری بهتون نشون میدم سگی کیم. بارم بابا بارم. آدرس بوتیکو بده، میخوام برم ازش معذرت خواهی کنم. یه وقت فوری فوتی میخوام شه شرم. من به نونی که احترام سر سفره بچه هاش میذاره بیشتر مطمئنم تا خودم. دو ساعتم بیشتر این وردی که میگم تاثیر نداره. آخه الان وقت اومدم بود، چرا مامانم الان اومد؟ پشتش این مار بالا نگاری اینجا. آی اش شهرام بیا برو در رو باز کن. چه خبره؟ این میره اون میاد، این میره اون میاد. بله تقدیم بارش. ای وای من ای مخزن اسرار من، آتش زدی بر جان من. تو مثل یه سکه طلایی که خاک روش رو گرفت. برو آقا فرمایش. دعوتم نمی کنی بیاد کنی. ببین اول یاد بگیر سلام کن، بعد توقع داشته باش که دعوتت کنن. امرتون. سلام. علیکه سلام. ولی من اومدم شما رو دعوت کنم. کجا؟ به یک رستوران باشکو. برای یک شام دو نفره. که چی بشه؟ که استاد یساری برامون بخونه. سلطان جواد یساری. کی هستیشون؟ ای بابا یک خواننده معروف و محبوب دلها. چی میخونه؟ اول آشناییمون. یادت میاد. آهان، همونی که میگفت گفتی به من دوست دارم. باهوش خیلی. آره. برو بیرون. برو آقا. ببین حرمت گذاشتم که اول در رو نبستم، ولی الان در رو محکم تو صورتت میکنم. همین الان هم از اینجا دوش و جلو همسایه ها خوبیت نداره. برو ببینم. یالا برو بیرون ببینم. اجازه برو کنار ببینم. شهرو اول آشناییمون. یادم میاد. عوامه. به 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 شهرام جان گل بلبل. علاقه بیتون این مال مامانته. کدوم؟ این. آقای بیچی عزیز جونم، ما تو این محل آبرو داریم، اینجوری در نظر. بعدم این همه ننه، بی خیال ننه ما شو. مال خودت. صبر کن. مگه تو به من قول ندادی منو ببری رستوران؟ آقا جون من شما رو یه شام بهت میدم، یه نوشابه اضافه هم روش، ولی بی خیال ما ننه ما شو. ببین من امشب اومدم مامان تو. مامانم چی؟ ببرم رستوران با هم شام بخوری. تو هم بیا بابا. ببین من شهرام جان. من دارم شما میجاست چون میگه نه. خودم هم میخواستم برم، مامانم رو میگذاش عوض بگم. چی مامانم نمیذاش؟ خودت برو دیگه. شاخشی که حتما تنها نمیاد، کامران اون دخترم هم میاره. اون وقت واسه من که جز پنجشای اول ایران و تورانم به ذره افت داره. خب این بهترین فرصته که پاشو برو، واخه دختره رو میزنی خودتو تو دلش جا میکنی. اگر هم میترسی تنها بری با خواهرت برو. فکر بعدی نیست تو. حالا عوض کن. استاد خیلی مخلصیم، ارادت دارم. میدونم خسته هستیم، برنامه تموم شده.
تشریف آوردین. واقعیت همین که من رفیقا بچه محلا بچه قهوه خونه آمار گرفتم شما اینجا برنامه اجرا میکنید. من ببخشید بیادری میکنم، خاطر خواهی یه دختری هستم، خانوادهشو برای امشب دعوت کردن اینجا. یه تصدایی هم دارم. نه خیلی دوست دارم یه آهنگ مخصوصا از آهنگای شما بخونم، بلکه مهرم به دل این دختره بشه. چه خوب پسر آقا، من تیپ قشنگ شما رو میبینم لذت میبرم، میخوام ازت بپرسم اسم قشنگ شما چیه؟ من شهرام ساکت هستم. شغل عزیزتون چیه؟ من دادزنم. دادزن البته شغل موقت هم بباشید، ولی خیلی دوست دارم بخونم. ایشاده که حتما موفق میشیم. من برای امشب منتظر شما هستم و دوست دارم این وصلت هرچی سریعتر انجام بشه. وای چه زن، چه جواهری، به این میگن زن. زن باید اینجوری باشه، نبودین که ببینین زن به اون جذابی، به اون خوشگلی، به اون ماه تکر چارشونه ستب چادرش کمر زده بود و مثل یه مرد کار میکنم. میخوام برم بشه اینجا سرپرستی اینجا رو بهش بدم. آره به چوخ رفتیم. شما جوونین، خامین، یه نفر باید بزرگتر از شما باشه، راه رو از چاه بهتون نشون بده. چه کسی بهتر از این زن ها؟ بعد من چه کسی بهتر از احترام جان ها؟ احترام جان؟ بله احترام جان، احترام جان. بله خب خودتون آماده کنین، امشب مهمان منید و احترام جان به صرف شام. شهرام شانس آوردیم زود اومدیم. شهرام زود باش، انقدر حرف نزن. نمیچسب لامصب. چی نمیچسب؟ بیا از این بزن. بگی داره این، از این بزن. بابا نصف چسب رو براشم خالی کردم، نمیچسبه دیگه. من اصلا موندم پاشنه بلند پوشیدنت چی بود؟ سال در دوازدهم با کتونی زرنگی میری بیرون، حالا پاشنه بلند؟ اونم نه این پاشنه بلند، رفتی طبقه دوم سر. از طبقه دوم سر روی خانم خیلی دقیق‌تر میبینمش. جون شوره مرگ شهرام، خرابمون نکنه امشب جلو زیدمونا، اون از هیچ خبر نداره. اون نمیدونه میخواد زن داداشم من بشه، ولی من که میدونم میخوام خواهر شوهرمون بشم. عزیز دلم، من باید گور برادم اینش رو خف کنم یا نباید خف کنم؟ تو حالا ما رو خف نکن بابا جون، این نمیچسبه، این از این بنجلای چینیه. برداشتی میدونم از کجا میری خرید میکنی، پولات میریزی دور. اصلا من چرا توهین میکنی؟ چینی چیه؟ این کار دست یه هنرمند دستساز ایرانیه عزیز دلم، از وسط حفوظ خریدم. حالا دیگه اتفاق دیگه پیش میاد. سلام بارو. سلام جان. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. چکرم. این چاخ چی؟ بابا شهرام جان گل بلبل من. خیلی خوش اومدید. سلام ردیف. کوشن. کوشن. احترام جان کوشن. احترام خودتون رو لطفا نگه دارید. اتفاقا خیلی دلم میخواد داشته باشم احترام جانو. ما اگر احترام گذاشتیم اومدیم به خاطر اینکه شما دعوت کرده بودیم، ما نخواستیم رد کنیم دعوت شما. یعنی چی حالا؟ خب من میفرستم بیاد. قربان. نه برو. اصلا بحث هزینش نیست. نه نه. ایشون خودشون دلشون نمیخواست بیاد. بعدم در ذهن این مسئله دیگه فراموش کنم. فراموش کنم؟ به همین راحت. به همین راحتی. ببینم تو میتونی عشقتو فراموش کنی. درسته که خواهر من عشقمه، اما خواهر منه. شما چرا رویه رو نیاوردین؟ به تو چه ربطی داره مرتی که دوست دارین عطابک رو بفرستم بیارته؟ تو بفرستی بیارته؟ آره گفتم شاید مشکل هزینه داره. ها 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 خندیدم. معامله پس پس؟ بله. یعنی دیگه با معامله من کاری نداری؟ کاری نداری؟ با دختر منم کاری نداری؟ تمام. قول؟ قول 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 چهرام الان استاد میخواد برامون زیافت اجرا کنن، میخوام بخونن برامون. امجان اینا یه روده ای راست تو شکمشون پیدا نمیشه، دارن قوپی میان. بریم شما یه مقدار دندون رو جگر بذارید بهتون میگم چقدر دیدش راسته. راسته راسته راسته. پس ببینیم روده راستو. بلی ها قبلش یه توافقی میکنم. چه به پاس این توافق یک دو سه چهار به علاوه یک زیافت شام مهمان عالی جناب بیشاخچی هستید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
چه خانومی ماشاءالله. خیلی جانم. اصلا شباهتی به مادرت نداری ها؟ شرمنده شوهر خانم، حساب شما از حساب اون داشت نامردت جداست. منتها وقتی جنگ میشه آدم یا باس اینوری باشه یا باس اونوری باشه. بایزه بفرمایید. بله. الو. آقا فرهاد؟ شما؟ شافه کن یه دوست. آقا شهرام و شهر خانومتون امشب مهمونه بچه مایی دارن. رفتن که رفتن، تو رو سننه. دندون طمع عمه و پسرعمه خوشغیرتت بد جوری گرد شده. طرف یه کندوی اصله. میخوان شوهر خانومو به زور بکنن تو پاچهش. گیریم که همه این چیزایی که میگی درست. به من چه دخلی داره؟ اسم گذاشته رو دختر مردم، خانه که نشسته پای میزه یکی دیگه. میگی چه دخلی به من داره؟ ما رو بگو گفتیم با یه خوش غیرت داریم حرف میزنیم. الان اینا رو میگم رگ غیرتش جر میخوره. آره بابا. برو به رستوران برس. تو که غذای چرب گیرت نیومد. بلکه یه توکی به دسر بزنی. خوش غیرت. آدرس واسات پیامک میکنم. دوست داشتی یه سر بزن. برو آقا، برو دایی تو بیچاره کن. چی شده؟ یه شما میل کردین؟ برین خونه، من برم یه جوی کار دارم. بشین. کی بود؟ کی؟ هم کی زنگ زد؟ نمیدونم، نمیشناختم. اه خوبه نمیشناختی شو اینقدر عجله داشتی بری. نه من که نشستم. باز الکی به من شک کردی ها خانم عزیزم. یارو زنگ زده میگه دختر عمت با یه غریبه رفته رستوران. پس قضیه ناموسیه. هفت ماه من و بچه هم از پدر و مادر تو بقیه مخفی کردی. منی که زن شرعی و قانونی تم. اون وقت به رگ غیرتت برخورده دختر عمت با یه غریبه بیرونه؟ آره پس که از به درک. ماما رگ غیرت یعنی چی؟ آب میوه تو بخور. دختر قشنگم رگ غیرت یعنی هیچی. صد بار بهت گفتم به من نگو دخترم. چشم خانومم یه دقیقه من نگاه کن عزیزم. شاید من بخوام یه چیز بگم بعضیا قراره که متوجه نشن. خب منظورت از بعضیا من که نیستم. ابدا. به من نگاه کن شما. بابام پاشو کرده توی کفش که باید با دخترم مد. خب منم هرچی بهانه آوردم یه الا فرهاد و شهره باید پلان. انا بیش خودم فکر کردم اگه یارو این چرت و پرتایی که گفت واقعیت داشته باشه چه بهانه‌ای بهتر از این که من برم بالا سرش مچشو با یه غریبه بگیرم بگم پدر بفرما. به تو چه آخه؟ بابا تو بفرست ببینه چه تیکی لیهی واسه پسرش نام بگرفته. چشم. آب میوه تو بخور. تمام. ببخشید. کارتون با چسب تموم شد؟ چسب؟ اگه کارتون با چسب تموم شد بدیم ببرم. چسب نیست؟ آب پیدا کردی؟ باشه اگر تو میاری براشون. ببخشید لیوانم لطف میکنید؟ نه. آننده محمود دلها عباس قادری. سلطان یزدانی شبای زوجن، سلطان قادری شبای فرد، سلطان شهرام هم شبای جمعه. سلطان عباس قادری. بله بله سلطان عباس قادری. بله بله. اینکه بگه چه تکسن تکشه تکسن خوش به حال تکسن تکسن کنار. بله همون تو بخون کی مثل آبی
دست خودتون درد نکنه با کمال می چش آبر کلا چی شد عمو جان چی این همون چسبه نیست که دنبالش میگشتن این چقدر شبیه خجالت بکشیم عمو جان من نگفتم خودتون رو مسخره این دوتا الدنگ نکنی من صحبت کن ادب مد بحث دولت عثمانی ما عقص حرف دهنتو بفهم اگه همون موقع که لاستیک ماشینمو جر با جر کرده بودی ادبت کرده بودم الان انقدر وقیح نشده بودی جمع اونم عمو جان ببینم دست خودتون درد نکنه سپاسگزارم از این همه لطف و محبت امشب که ما اینجا در خدمت شما سروران عزیز هستیم یک جوان خیلی خوش‌ذوق با مرام با صفا تو این بازار آشفته موسیقی این زمان ما این هنرمند واقعا نابغه‌ست میخوام خدمتتون بگم از خود منم قشنگتر میخونه به افتخارش یه دست آنچنانی بزنیم همه دیگه نکنه تو رو میگه آقای شهرام ساکر بزنیم کاری بکنیم به افتخار این هنرمند بازم کمه دم شما گرم شهرام شیر و مادر تمامه به به صفای قدمت استاد ما کوچیک شما هستیم استاد خیلی کار سختیه ولی قبلش از تک تک شما عزیزان میخوام به افتخار خواننده محبوب دلقا خواننده محبوب مردمی استاد عباس قادری بزنیم رو دست قشنگه رو ماشاءالله چه شب قشنگی رو برای ما ساختن ممنونم از شما استاد زنده باشید زنده باشید 7 ساله تا 70 ساله به افتخار خودت بغل لستید اون خانواده گل محترمت بزن اون دست قشنگه رو با تشکر از بچهای شادآباد ماشاءالله آقا آماده این دوستان پس برو بریم که نداری دل تنگ حسودی میشه به تو بی صدایی و یه رنگ دل عاشق نداری میشه کس جا بذاری تو با غم بشکننه شرش شاد خون بباری خوش به حالت که سنگ 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 ها ها آما شدا شده بزرون دست خشنگه برو بریم شما قدر آره بریم سیا رو بریم شیر رو بزرون دست خشنگه ماشالله شیر مادر تلا رو باشیم بزرون ماناداری که بریم دنبال یا شر بشه وقتی پیداش میکنی نه خودت ما ناز و حق گوش نداری بشنبی وعده های عاشقان بفری من تو رو با دروغ و وعده ها خوش به حالت که سنگ 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 شر بشه وقتی پیداش میکنی نه خودت با ناز و غم گوش نداری بشنوی وعده های عاشق
عاشقام دفتری من تو رو با دروغ و وعده ها خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ خوش به حالت خجالت نمی کشی؟ دایی؟ دایی و زهر ما دایی؟ 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 آهو جان! دایی؟ چخ دایی؟ شهرام؟ شهرام دیدی چی شد؟ دیدی دایی من تو چه وضعیتی دید؟ خاک سره ماشین کارت دارم بابا اینجوری که زشته بریم داخل حالا خیلی طول نمیکشه تو از من خوشت میاد ازدواج من و کامران سوریه چرا؟ یه دلیل شخصی که به خودم مربوطه بابا جوری تو وصیت نامش شرط کرده که اگه من زن کامران بشم اموالش به من میرسه من و کامران باید یک سال عقد باشیم تا بعدم بابا اموالش رو بندازه پشت قبوله ازدواج من یعنی بابا انقدر کامران رو دوست داره؟ نه میخواد جلوی رفتن منو بگیره ببین من طراحی لباس خوندم دو سال خیلی دویدم و زحمت کشیدم که برند رویا رو ثبت کنم من کلی طرح دارم ایده دارم اونا رو نمیتونم اینجا اجرا کنم میخوام برم برند رویا رو جهانی کنم ولی بابا نمیذاره میگه من چه مرده باشم و چه زنده تن و فرزندم باید نزدیکم باشه برای همین فکر میکنه اگه من با کامران ازدواج کنم دیگه نمیرم از رفتن پشیمون میشم واقعا میخوای بری انگیزه ای برای موندن ندارم بگذریم من نیومدم اینجا این حرفا رو با هم بزنیم من بابام از جوونی هر چی که خواسته به دست آورد الانم هوای مامان تو افتاده تو سرش من که میشناسمش یه حس زود گذره اما وقتی بابام یه چیزی رو بخواد هیچ جلو دارش نیست الانم حال و هوای درست حسابی نداره تو که نمیخوای پشت سر مادرت حرف بشه که به خاطر پول طرف زنش شده پس یه کاری کن تو همین چند روزه حال و هوای مامانت از سر بابام بیفته شهرام اگه بابای من بی خیال مامان تو نشه تو باید بی خیال من بشی ببخشید دیرم شده باید برم ببین ممنونم که منو درک میکنی که دلم نمیخواد جز من اسم هیچ زن دیگه تو شناسنامه بابام باشه من هیچ علاقه به کامران ندارم فقط یک کاش قضیه مامان تو و بابای من پیش نمیومد اون وقت راحت هم میتونستیم راجع به خودمون تصمیم بگیریم و فکر کنیم از اینجا به بعدش هم بستگی به خودت داره اگه دیر به جنبیم بابام کار خودش رو میکنه اون وقت من مجبور میشم که پا رو دلم بذارم و زن کامران بشم خداحافظ احترام خانم خانم محترم ببخشید میشه منو به غلامی خودتون قبول کنین همین بابا لامصب این همه جمله خوشگل تو دنیاست مثلا ببین اسخر ننه من همین الان یه خواستگار مایه‌دار دست به نقد داره شل بیای دیر به جامی پریده نگو بابا اون گلو میبری زل میزنی تو چشش برمیگردی میگی میخوام سقف بالا سرت شم نه 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 زل نمیزنی تو چششا سرتو میندازی پایین
میگی میخوام مونبیار خونت شم. آره قشنگه. میگی شب به شب که میام خونه میخوام با لگد در وا کنم. آره. بس که جفت دستم پر خریده. آره. صبحم که بلند شدی بالشت بلند کردی اون زیر برای ترابل چیدم. نمیشه هم اینا رو خودت به ننهت بگی؟ گرفتی ما رو؟ دنبت همینقدر بود؟ نه والا اونجوری که تو اول دیوار میپریدی کف خونه ما گفتیم مؤصل دست ننه ما رو میگیری میبری پاتایا پشتت خالکوبی میکنی احترام عشقت منو کش زرشک. ببین پسرم من لبادهن نیستم، من اهل عملم. دوستم اگه فیلم هندیه بذار یه جمله عاشقانه جذاب واسه پیدا کنم عشق کنی. ببینم چیکار میکنه. نه خوب نیست. آه بگو من رو شما کرش دارم احترام خانم. چی؟ کرش. کرش دیگه چه خوفتیه؟ همون دوست دارم امروزیه دیگه. مگه کرم دارم همونو میگم دیگه. نه بابا این چرت و پرتا چیه میخواد بگه؟ بره جلو ننه ما بگه کرش دارم. همونجا ننه ما جارو خاک اندازه تا ته میکنه تو حلقه. فهمیدم کجاست. همون اولش اگه دست ننه قمر گرفته بودی خوشگل محترمانه میومدی جلو حالا انترمنتری الف بچه نبودی. چه تو با این سن و سالت با این تجربه تا حالا خواستگاری نرفتی؟ تا حالا چهار تا جمله عاشقانه به عشقی نگفتی؟ آخه من به خاطر ننم پامو از تو این کله پزی بیرون نذاشتم. اگه یه زنی، یه خانومی، یه دختری بیاد اینجا میفهمم این خانوم اهل زندگی هست یا نه. میگی نه؟ رفت برو برو اون برو از در بیا شما بشین یه دقیقه میخوام بهت نشون بدم. اصغری کله داری؟ بله دارم کله پاکرده دارم. اصغری پاچه داری؟ بله دارم پاچه پاکرده دارم. زبون بره داری؟ بله دارم چشم و گوش و پروری؟ بله دارم 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 بله بله دارم بابا چی بله دارم بله دارم؟ مگه عروسیه؟ عروسی کدومه؟ من فنتیشو بلدم. ببین اصغر میخوام یه تقلبی بهت برسونم. ننه من آدم ظاهربینیه. اتفاقا من ظاهر و باطنم یکی. سر وضع براش مهمه، ریخت و قیافه براش مهمه. اون چه بویه درست کردی واس خودت بابا؟ بابا مو فرفری چشه؟ این اون لونه کلاغ میمونه. توش نه فرفری؟ جون من. جون تو. بگو مرگ من. مرگ تو. جون بابا. جون بابا. ببین جعفر با تو هم ور نگاه میکنه منو چراغا رو خاموش کن بپر بیرون کرکررم بده پایین چشم وای میسه تا من بگم یه دقیقه بیر کارت داره میخوام یه چیز بهت نشون بده. چیکار داری؟ بیا میخوام نشونت بدم بیا بیا هجام جعفر بکش پایین بیا پسرم یه رازی رو میخوام واسط بگم یه چیزی نشونت بدم یه دقیقه بیا. چی نشون؟ ببین واقعیتش اینه که ننه خدا بیامرزم خیلی دوست داشت من مون فرفری باشم منتها میگفت شب چهارشنبه آب جوش ریخته گرمسیا نشد. این بود که رفتیم بازار سید اسماعیل یه کلا گرفت واسه من دلم میخواد لمسش کنی خوده. چی رو لمس؟ میگم لمسش کنی چی رو لمس کنم؟ عزیزم پسرم نتر چی رو لمس کنم؟ آره نه عزیز عکسش چیه بیا بردار برش دار چیری بردارم؟ این مال منه. به مامانت بگو این لونه کلاغ علکیه موهاش طبیعیه سلام برسون به مامانت. آخه خودم سلام برسونم. سگ تو قاموست کامران روز بالا قوز باسه ما درست میکنن خدایا بسته دیگه اینقدر به ما حال دادی دمت گرم یه ذره واسه بنده های دیگر برد مشی هستی دایی مامان سلام سلام چی شد؟ رفتم دم خونه‌شون. واسه چی رفتی دم خونه این در به داغون؟ باید یه جوری خرش می‌کردم یا نه؟ خب
هیچ، شارژش کردم انداختمش وسط، بهش اولتیماتوم دادم. اونم گفت میشینم زیر پای ننم تا بی خیال کیس به این پول داریشه. آره مجبور این کارو بکنه. چرا؟ چون عاشقمه. بهش گفتم اگه بابای من به مامانش برسه پشت گوشه شدید منم ببینه. اگه نرسه چی؟ دیگه بستگی به تو داره پسرم جون. برو کنار. اگه به زودی زود یه زن مطلقه با یه بچه دبستانی به ریشت نبستن، طرف از این چپی هاست، به درد مامان من نمیخوره که. من خاطرخواه احترام خانومم، از قدیم و ندیمم گفتن خاطرخواهی رسوایی داره. عزیزم میخوام کمکم کنی. سلام، بفهم نشناختین؟ درشته بازگشت مشروبه بدقلق یک ساعته. شما تا الان آب میریختی یا رو از دنیا میرفت، هجران میکرد، این آب وصله. من که نفهمیدم چی گفتی، ولی این رفیقت کلا رد داده، دیوونه است. من یعنی بهترین مرگ دنیا رو تو گینس بعد به نام این سبب. چی داری میگی عزت؟ معلوم هست 3 4 5 میشه یه ذره شرف بزنی بگی در قدم رو رد کردن؟ یهو داستان نشه برام.